درود بر شما. با 180 ثانیه چهارشنبه دوم تیر ماه همراه ما باشید. همزمان با پیوستن کارگران حدود 10 واحد پتروشیمی و نیروگاه به اعتصاب سراسری کارگران شرکت‌های پالایشگاهی، مسئولان پالایشگاه تهران 700 کارگر اعتصاب کننده را تهدید به اخراج کردند. امروز چهارشنبه دوم تیر ماه کارگران رسمی پالایشگاه آبادان، کارگران پروژه‌ای پتروشیمی دماوند، شرکت جنوب در بندر ماهشهر، شرکت کیهان پارس در پالایشگاه اصفهان، شرکت موبین صنعت در پالایشگاه آدیش و همچنین کارگران نیروگاه رامین اهواز به اعتصابات سراسری کارگران پیوستند. بنابر گزارش‌های واصله از تهران، سالمندان برای دریافت واکسن کرونا خود در مراکز بهداشتی با توجه به کمبود واکسن ضمن مواجهه با برخورد نامناسب مسئولین این مراکز موفق به تزریق واکسن نمی شوند. مهدی بختیاری خبرنگار و مدیر کل سیاسی خبرگزاری تسنیم طی یک رشته توییت گزارشی تصویری از تجمع مردم و سالمندان در مقابل یکی از این مراکز را ارائه کرده است. رسانه‌های داخلی ایران امروز چهارشنبه از اقدام خرابکارانه علیه یکی از ساختمان‌های سازمان انرژی اتمی در بامداد روز جاری خبر دادند. پیش از ظهر روز چهارشنبه خبرگزاری‌ها در ایران از حمله پهپادی به مجموعه دارویی برکت زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام که در حال تولید واکسن ایرانی برای کنترل ویروس کرونا است خبر داده بودند. این خبر ساعتی پس از انتشار از خروجی تمامی خبرگزاری‌ها حذف شد. سردبیر ایلنا در توییتر نوشته که در پی تماس یک نهاد امنیتی خبر از خروجی این خبرگزاری حذف شد، چون آنها اعلام کردند که هدف ساختمان انرژی اتمی بود که در کنار شرکت دارویی برکت قرار داشت. کانادا و 40 کشور دیگر در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل از پکن خواستند به ناظران مستقل و بین‌المللی اجازه دهد که هرچه سریع‌تر و بدون هیچ محدودیتی از ایالت سینکیانگ بازرسی کنند. در مقابل نماینده چین از کانادا خواست نقض حقوق بشر را در کشور خود متوقف کند.